با بخش گفتگوی 20 امشب هم همراه ما باشید. هفتم شهریور ماه 8 داروی جدید با فناوری پیشرفته و 8 کیت آزمایشگاهی رونمایی شد. یکی از مهمترین این داروها فاکتور 8. به همین مناسبت هم اکنون میزبان دکتر نادر مقصودی، مدیر طرح تولید فاکتور 8 در گفتگوی 20 امشب هستیم. سلام آقای دکتر مقصودی، شبتون بخیر. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. آقای دکتر مقصودی، با توجه به اینکه بعد از 6 سال تحقیق و تلاش محققای کشورمون موفق به تولید داروی فاکتور 8 شدن، درباره خواص این دارو که از جمله داروهای نو ترکیب هست بیشتر توضیح بفرمایید. این دارو در واقع فاکتور 8 که در حال حاضر بیشتر کشورها به صورت مشتق از پلاسماشو استفاده میکنن برای درمان بیماری هموفیلیه. درمان که در واقع درمان نمیشن بیمارو، برای اینکه بتونن فقط زندگی طبیعیشون رو داشته باشن. این بیمارا اصولا از نقص در واقع ژنتیکی رنج میبرن که باعث میشه نتونن فاکتور 8 خونی که به صورت طبیعی در بدن تولید میشه رو تولید کنن. البته من عرض بکنم ما تعداد بیمارانی که ما در کشورمون داریم و ثبت شده و الان جزء دریافت کنندگان دارو میشن حدوداً 5000 نفر هستن، ولی اگر به نقص ژنتیکی بشه مراجعه کرد و کنترل کرد شاید بیشتر از اینها تعدادی هستن که بیمارن، ولی بدنشون درصدی از این دارو رو میسازه و میتونن در واقع به یک طریق زندگی طبیعی رو ادامه بدن. این بیمارا متاسفانه زمانی که به دلایل جراحت ها، حتی مسواک زدن، زمین خوردن، اگر خونریزی در بدنشون رخ بده، برخلاف افراد عادی که وقتی خونریزی رخ میده با افزایش ترشح فاکتور 8 خونی باعث میشه که خونریزی متوقف بشه، در این بیماران متاسفانه متوقف نمیشه و اینها مجبور میشن که دارو رو به صورت تزریقی دریافت کنن. اگر هیچ اتفاقی هم برای فرد نیفته، تو راه رفتن های طبیعی و حرکات طبیعی فرد هم در جوینت ها اصولا خونریزی رخ میده که بعد از مدتی در واقع تورم هایی رو ما در جوینت های اینها مشاهده میکنیم. آقای دکتر، با توجه به اینکه این دارو از جمله داروهای نو ترکیب هست، درباره خواص داروهای نو ترکیب هم توضیح بفرمایید. داروهای نو ترکیب داروهایی هستن که به صورت طبیعی در بدن انسان تولید میشه، اما به دلیل همین نقص ژنتیکی که من عرض کردم ممکنه تولید نشود، باعث شده که در واقع دانشمندان بیان و مشابه این رو مهندسی ژنتیک کنن و در یک میزبانی مثلا باکتری یا سلول زنده قرار بدن و بعد از اون رو در آزمایشگاه تولید کنن. حسنی که این داروها داره، در واقع شاید 2 دهه یا 25 ساله که از سال 1986 اصولا بحث داروهای نو ترکیب شروع شد، حسنی که این داروها دارن در واقع پیوریتی، خلوص و دسترسی به تولید اون به هر مقداری که در واقع انسان بخواد خواهد بود. برای آقای دکتر، این دارو از نظر کیفیت چی؟ معادل برند خارجیشه؟ کاملا همون کیفیت رو داراست؟ بله، ببینید اصولا تولید دارو، چه داروهای نو ترکیب، حالا چه داروهای مشتق از خون، چون داروهای مشتق از خون که در داخل کشور ما هم وارد میافته، واردات این دارو در حال کنونی این دارو داره وارد میشه از خارج و به صورت مشتق از پلاسما. اصولا قانون بر این هستش که اگر شما مشابه دارویی رو زدید که به صورت ریکامبینت و نو ترکیب باشه، میبایستی که تمام اصولی رو که بر اساس فارماکوپه‌های بین‌المللی برای اون داروی اصلی رعایت میشه، شما در بایوسیمیلار و مشابهی که در واقع تهیه میکنید این رو رعایت کنید. در این مورد هیچ نوع در واقع مماشاتی در سیستم وجود نداره. حتی قدمی ما بیشتر، یعنی وزارت بهداشت قدمی بیشتر رفته، بعد از اینکه دارو رو تست میکنن و در واقع برابری اونو از لحاظ آزمایشی تاییدش میکنن آزمایشگاهی، یک در واقع مطالعه بالینی مقایسه‌ای هم انجام میشه به صورت دو سوکور که تایید میکنه در این حالی که داروی شما اون سلامت و در واقع بی ضرر بودن رو داشته، افیکیسی هم داره. آقای دکتر، درباره تعداد اسید آمینه چطور؟ شما با توجه به اینکه خصوصیات داروهای نو ترکیب رو بیان کردین، میخوام بدونم که این داروی فاکتور 8 دارای ماهیت بالای پروتئینی چه خاصیت‌های خاصی رو داره؟ ببینید فاکتور 8 اصولاً
عموما داروهایی که تو بازار هستن، داروهای نوترکیب، شاید الان تعدادشون بیشتر از 170-180 تا هستش و این رو به افزایشه. داروهای نوترکیب اصولا پروتئین هایی هستن که با تعداد اسید آمینه های کوچکتر هستن، 150 200 300 و امثالهم. فاکتور 8 یکی از پروتئین هایی است و اصولا اهمیت این پروتئین هم در همین جا در واقع مشخص میشه. تعداد اسید آمینه هایی که فاکتور 8 به صورت طبیعی ترشح میشه در بدن و یا به صورت نوترکیب ساخته میشه فول لنتش، یه چیزی حدود 2300 اسید آمینه است. معنی و مفهومش اینه که این پروسه تخلیص، چون بعد از اینکه شما مهندس ژنتیک کردید، بعد از اینکه سلولتون بیان کرد، این باید خالص بشه. این پروسه تخلیص اصولا درصد بالایی از این مولکول ها میشکنن و آنچه که به دست در واقع تولید کننده میرسه یک ایلد پایین هستش. این در واقع مشکل بسیار اساسی و کلیدی ایجاد میکنه در پروسه تولید و تخلیص این محصول. آقای دکتر مقصودی، اشاره‌ای داشتین به شباهت ها و تفاوت های این دارو با نمونه خارجی، ولی دقیقاً میخوام بدونم از نظر خلوص و کیفیت کلا با نمونه خارجیش قابل مقایسه است؟ من میخوام عرض بکنم که حتی بهتر هم هست. البته نمیشه اینجوری این حالت رو در واقع اینجوری مطرح کرد. نخواهی علمی بفرمایی خواهیش. بله، من میخوام عرض بکنم که اگر مثلا یه رنجی رو ما اصولا در ببینید در فارماکوپه میگن این مثلا درصد اگر از این مثلا آنفولدینگ هم وجود داشت شما میتوانید قبول کنید. من محصول خارجی رو در واقع اصولا توی رنج، یعنی رنجام همیشه هست مثلا 2% تا 3% 5% تا 10%. محصولی رو که ما تولیدش کردیم، محصولی که در واقع در داخل کشور تولید شد، همه فاکتورهاش اصولا نزدیک به صفر یا در واقع در قسمت پایین قرار میگیره، پایین رنج. سعی ما، یعنی در واقع تلاشی که مثلا 3 سال بر این وقت ما فقط گذاشتیم که بتونیم این به صورت پیوریتی بالاترین درصد پیوریتی در بیاد. آقای دکتر، انحصارش چی؟ مثل که در انحصار چند کشور آمریکایی بوده، در حال حاضر چند کشور قادرن که فاکتور 8 رو تولید بکنن؟ ببینید، من شاید اینطوری بگم، به دلیل مشکل بودن، یکی از مشکل بودن تولید این مولکول، شاید کشورهای کمپانیهای کمتری رفتن تولیدش کنن و الان متاسفانه به نیاز جهانی که تاکید کردن حتما فاکتورهای خونی رو ترجیحاً مشتق از پلاسما دیگه استفاده نکنن به دلایل مختلف، دنیا در واقع نمیتواند نیاز خودش رو در ریکامبیننت در واقع رفع کنه، یعنی وجود ندارد که آن ستا 4 تا کمپانی که در واقع دارن تولید میکنن نمیتونن نیاز دنیا رو مرتفع بکنن. این عرض کردم بیشترین دلیلش این هستش که مولکول بزرگیه و پروسه بسیار پیچیده‌ای برای تولید داره. اصولا 3 تا کمپانی این رو تولید میکنن که بعضن اینها امریکایی هستن، البته شعبه هایی در اروپا دارن که اونها تولید میکنن برای کشورهای اروپایی یا برای ژاپن، اما دانش این در واقع ریکامبیننت فاکتور 8 اصولا نزد همون کمپانی های امریکایی خواهد. درباره راه اندازی سایت تولید این دارو چی؟ خبرهایی رو هم داشتیم که به زودی قرار سایتش راه بیفته، در مورد این هم ممکن توضیح بفرمایید به چه صورت هست؟ آنچه که الان انجام شد به لطف خداوند و در واقع در مرکز رشد دانشگاه تهران، یک مجموعه تولیدی استانداردی هست، ولی چون نیاز کشور همون جوری که احتمالاً تو اخبار هم شما شنیده باشین یا در واقع بینندگان عزیز، حدوداً 140 تا 150 میلیون یونیت نیاز سالانه کشوره. سایتی که موجوده قاعدتاً نمیتواند این همه نیاز رو رفع کنه. لحاظا از 2 سال پیش سایت جدیدی رو، یعنی سایتی رو با استانداردهایی که ما در واقع نمیخوام بگم دیزاین طرح یا ساخت خارجی بهتری یا داخلی بهتره، اما میخوام بگم سعی کردیم چون این دانشش به هر صورت در بیرون هم میشد راحت تر پیدا کرد، دانش طراحی این رو سعی کنیم با استفاده از طراحانی که آزمایششون رو پس دادن در سطح جهانی در واقع دیزاینی داشته باشیم، طراحی داشته باشیم که به حمد الله این سایت در مشهد مقدس در تقریبا کار ساختمونش تموم شد و الان بحثای کلین رومش داره راه اندازی میشه. به محض اینکه این کار کلین رومش انجام بشه، قاعدتا
نصب دستگاه‌ها و انتقال تولید در مقیاس بسیار بالاتر. پس آقای دکتر، قاعدتا ما بحث صادرات رو هم شاهد خواهیم بود. حتما اون سایت حدوداً تا 300 میلیون یونیت در سال با ظرفیت 1.5 شیفت یا 2 شیفت کار دیده شده. قطعا ما این رو خواهیم داشت. بعد کلاً با تولید این دارو در داخل کشور نیاز بیماران کاملا مرتفع میشه یا ما هنوز هم نیاز به واردات دارو خواهیم داشت؟ اگر این دارو پول، شاید یک نکته کوچیک رو من اینجا عرض کنم. آنچه که الان در کشور ما به مریض ها داده میشه، به بیماران داده میشه، 140 تا 150 میلیون بهش میگن اون دیمند، یعنی زمانی که نیاز میشه ما این رو به بیمار میدیم. اصولا بر اساس در واقع قوانین جهانی WHO و رگولیشن های جدید باید برد به سمت در واقع پروفیلکسی، یعنی افرادی که این بیماری رو دارن به صورت منظم، چه خونریزی داشته باشن چه نداشته باشن، این رو دریافت کنن و دیگه هیچ وقت همیشه زندگی عادی خواهند داشت. این نباشه که ندوه بچه که بخوره زمین بعدن مجبور شه دارو رو تزریق کنه. آنچه که در اونجا دیده، اگر انشالله به ظرفیت کاملش تولید بشه که مشکلی نخواهد بود، امیدوارم مشکلی نباشه، ما دیدگاهمون این است اصلا قبل از صادرات برای به صورت پروفیلاکسی در داخل کشور این مصرف بشه و خب اگر اضافه بود یا در واقع ما شیفت اضافه داشتیم، این قاعدتا برای صادرات استفاده میشه. آقای دکتر، به عنوان آخرین سوال بفرمایید که دستاورد جدید محققان در این حوزه، چه دستاوردهای جدیدی رو در حال پیشرفت هستیم و ان شاءالله به منصه ظهور خواهد رسید؟ من فکر می کنم که در حوزه بایوتکنولوژی ما رشد بسیار چشمگیری داشتیم طی این دو دهه‌ای که در واقع گذشته. بسیاری از کشورهایی که چه در منطقه و چه در واقع کشورهای خاورمیانه و حتی شرق آسیا، ما تونستیم اونها رو پشت سر بذاریم و من الان با این 7-8 دارویی که اخیراً رونمایی شد و میاد تو بازار و تعداد دیگری که در دانشگاه‌ها یا در مراکز در واقع تولیدی که اصولاً نمیتونم من اسامی اونها رو ذکر کنم در حال حاضر، من احساس میکنم که به زودی ما این جایگاه اول رو تو محصولات بیوسیمیلار بایوتکنولوژی قطعاً در منطقه و در واقع منطقه وسیع‌تر تا حتی شرق دور هم خواهیم داشت. ممنونم آقای دکتر مقصودی، مجری طرح فاکتور 8، که وقتتون رو به خبر 20 دادیم و در این گفتگو شرکت کردیم. من هم تشکر می‌کنم از شما و خداحافظی. از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه با